خب سریع اسم پسرای گلم رو بخونم. پسرای گلم هم سریع دستشون رو بالا بکنن، بعد سریع بریم سراغ درسمون، بعد خوب خوب یاد بگیریم. باشه پسرای گلم: باراد، بنیامین، حسام. بچه اسم هر کس رو خوندم. یه بار دیگه من اجازه بدین همه دستات بیارم پایین. خب باراد، بنیامین، حسام. امیررضا، محمد، مهدی، متین. مرسی. محمد علی، روحام، امیر حسین. کیان، کیان بردیا. مرسی. علی، لیا، سامی. مرسی. روزبه، امیر محمد، رادین. رادین. بله. آرمان، محمد، طه، صدرا. مرسی. میکان، راستین. مرسی. خب بریم که ببینیم امروز قراره توی ریاضی چی یاد بگیریم. خب بذارید من آماده کنم ببینم اینجا چی دارم چی ندارم. سلام بچه های دلم، شنیدم که ریاضی دارید. خب ریاضی داشته باشید، اول از همه من باید بیام پیشتون. سلام. سلام جوجه طلایی، خیلی خوش اومدی. سلام خانم خانم محمدی، سلام به پسرهای باهوش کلاس یک سه. بچه ها میدونید میخوام بهتون چی بگم؟ میخوام بهتون بگم که امروز میخوام با یه عدد جدید آشنا بشید. به افتخار عدد جدیدمون دست بزنید. همه دست 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 آفرین. همه دست بزنن محکمتر بابا جان، محکمتر. چه بعضی آروم دست میزنن، محکمتر. آفرین. خب لحظه سب کنید و منم پنج رو بیارم. یه سب کنید. خب بچه ها آماده باشید، میخوام شعرش رو براتون بخونم. مثل پنج تا راسو یا پنج تا گردو، پنج گرد و قلمبه با لپای گنده. بچه ها لپاش رو ببینید چقدر گنده است، چقدر توپالیه لپاش. کفشی نداره اینقدر که چاقه، مانند برگه، بالوپای گندش روی خط نشسته، بالوپای گندش روی خط نشسته. پنج مثل پنج تا راسو یا پنج تا گردو، پنج گرد و قلمبه، بالوپای گنده. کفشی نداره اینقدر که چاقه، مانند برگه، بالوپای گندش روی خط نشسته، بالوپای گندش روی خط نشسته. خب مرسی جوجه کوچولوی من، جوجه طلایی. بچه ها با عدد چند آشنا شدیم؟ عدد پنج. عدد پنج. خب من از جوجه طلایی تشکر میکنم. حالا به پسرهای گلم میخوام تصویر بدم که ببینم کدوماشون میدونن که پنج رو با دستشون چجوری باید نشون بدن. از مداد رنگی هاشون پنج تا جدا کنن من ببینم. بعد پنج تا از خوراکی هایی که خیلی دوست دارن رو برای من نام ببرن. وای منم خیلی دوست دارم خوراکی هایی که بچه ها میخوان بگن الان. خب
خب بچه ها خدا نگهدارتون باشه، فعلا خدا حافظ. خب بچه ها اذان رو گوش بدیم بعد دوباره میام. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علياً حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چرا هنوز دستا بالای اینا حاضری هست؟ ای وای. خب شماره چند رفته بودیم؟ تا شماره 5 رفتیم. شماره 4 3 2 1 هم آماده باشن. شماره 4 کیه؟ بچه ها چرا دست رو نمیاریم پایین؟ خب شماره 4 امیررضا، بعد حسام، امیررضا، حسام، بنیامین، باراد آماده باشن. خب امیررضا جون بیا. امیررضا و جواهری بیاد. امیررضا و جواهری، صدا و تصویر، صدا و تصویر. امیررضا، آقای امیررضا و جواهری، آقای امیررضا و جواهری. خب امیررضا یه باری برو بیرون، دوباره بیا امیررضا، ببینیم میتونیم صدا و تصویر بگیریم. تاج بخش بیاد. محمد علی چرا دستتون بالاست؟ نیکان چرا دستتون بالاست؟
خب حسام اومدی؟ حسام پنج تا رو با انگشت نشون بده. آفرین. خب پنج تا مداد رنگی جدا کن. پنج تا مداد رنگی بذار. حالا چوب خط فرقی نمیکنه. آفرین. حالا پنج تا رو با چوب خط درست کن. بذار رو هم نمیشه. یک دو سه پنجمی اول بشمار اونا رو دیگه بردار بذار کنار. یه بار دیگه درست کن اونا رو بذار کنار. خب یه بار دیگه درست کن. پنج تا رو با چوب خط نشون بده. یک دو سه چهار پنجمی رو روش بیاره. آفرین. مرسی حسام. پنج تا از خوراکیایی که دوست داری برام بگو ببینم. از غذاهایی که دوست داری بگو. سیب. بخبخم. یا خوراکی یا غذا هر کدوم دوست داری بگو. انار. چی؟ گفتن انار. انار. بخبخم. نارنجی. چند تا تا حالا گفتی؟ پرتقال. چهار تا. خب یه دونه دیگه. توت فرنگی. گلاب. گلاب؟ نه توت فرنگی دیگه میشه پنج تا. درسته؟ خب مرسی عزیزم. خب شماره امیررضا اومد. امیررضا جون بیا. ای بابا. خب اومدی؟ بیا. بله اومدم. الان تصویرم میاد. آره میدونم. پنج تا از میوه هایی که دوست داری نام ببر یا از غذاهایی که دوست داری فرقی نمیکنه. پنج تا برام نام ببر تا تصویرت هم بیاد. بچه چه بارونه تو میگرفت؟ ماش. سیب. دیگه قرمه سبزی. خب چند تا شد؟ خودت داشته باشی یا تعدادشو؟ تا الان چهار تا گفتی. یکی دیگه؟ مازو گفتم. خب امیررضا چرا تصویرت نمیاد؟ الان میاد. حالا پنج تا چوب خط درست کن ببینم. پنج تا چوب خط. درست کردم. آفرین. ولی من نمیبینم که تصویر نمیاد. حالا اینترنت فکر کنم ضعیف شده. بارون تندی هم داره میاد آخه. مرسی امیررضا جون. خب بچه ها بریم سراغ کتابمون که به درسمون برسیم. صفحهشو انداخته بودم روی صفحه کتابتون انداخته بودم روی صفحه موبایل. خب الان همه صفحه‌ای که بزنید یه بار دیگه بندازم. بچه‌ها همه این صفحه رو باز کنن. بنیامین بیا عزیزم. یه لحظه من به نیکان تصویر بدم ببینم کارشون واجبه همجوری دستشون بالاست. بله نیکان. ما اینا رو عددامونه. ای آفرین. خب بچه ببینید نیکان عدد پنج رو درست کرد. عددهای مختلف رو درست کرده. یک. بعد براشون چی داری؟ بر فقط عدد داری؟ دو. خب سه چهار نم پنج. آفرین. مرسی نیکان جان. خواهش. خب بنیامین
پنج با دستت نشون بده ببینم خوشگلم. آفرین، مثل کتاب. حالا یه مدل دیگه به کتاب نگاه کن، میخوایی مثل کتاب انجام بدی. آفرین. بعدی نه نه توی کتاب ببین بعدی چی، بعدش چی اومده. درست، آفرین. خب بعد از عددهای پنج که با دست نشون داده بعدش چی داریم؟ برام بشمر. گردی، پنج تا گردی. گردی چه رنگی؟ نارنجی. آفرین. بعدی رو بشمر. پنج تا صورتی گردی. پنج تا دوباره گردی صورتی. ولی بچه گردی قبلی ها به صورت ستونی بیشتر چیده شده بود. این یکی هم ردیفی داره هم ستونی داره، درسته؟ خب بعدی ستا بشمارشون. تاگوس آبی پنج. پنج تا چهار گوش آبی. خب بعدی پنج تا چهار گوش آبی. آفرین، باریکلا. پنج تا چهار گوش آبی دوباره. خب بعدی پنج تا کبریت. پنج تا چوب کبریت. شبیه چی درستش کرده؟ شش گوش. آفرین، شبیه یک دو سه چهار پنج گوشه. اول گوشه هاشو بشماریم بعد بگیم. شبیه پنج گوشه. فرق نیست تگرگر. خب بعدی پنج تا کبریت. آها، این یکی رو شبیه چی درست کرده؟ شبیه خونه است، درسته؟ بله. مرسی آقای بنیامین. باراد امیری نژاد بیاد. خب باراد جان بقیه شو بگو شما رو بدن آقای هزار پا. پنج چهار گوش سبز. آفرین. بعدی پنج چهار گوش سبز. پنج سه گوش قرمز. پنج شش زلی زرد. آفرین. پنج سه گوش قرمز. پنج توپ هست. پنج برگ گل. بعدش هم عدد پنج. بعدش هم عدد پنج. به افتخار عدد پنج. خب بچه ها ببینیم نوشتن عدد پنج یه خورده دقت. فقط قلب برعکسه. خب نه دیگه، با قلب یه خورده فرق میکنه. الان بهتون میگم چه فرقی میکنه. اول از همه بچه ها این کرممون رو، این برگه عددمون رو، مرسی بارا جون، برگه عددمون رو کامل کنیم. عدد پنج رو بچه ها من نوشتم. برای کرمم باید چند تا رنگ بذارم؟ پنج تا، درسته؟ خب شروع میکنم. بچه ها شما برای تابلوی عددتون چیکار میکنید؟ امروز پنج تا. حالا بچه هایی که کرم کشیدن یا شکلهای بعضی هم کرم نکشیده بودن، شکلهای مختلف کشیده بودن، پنج تا بچه ها برای شکل میذارید. حالا هر شکلی که
کشیدی. من فقط بچه از قرمز و آبی این دفعه استفاده کردم. دیگه زرد نذاشتم. خب ببینیم بچه ها، برای کرم خوشحالمون چند تا گردی گذاشتم؟ 5 تا. بیاییم با هم بشماریم. 1 2 3 4 5. خب حالا بچه ها 5 رو چجوری بنویسیم که درست باشه؟ بچه ها به نظر عدد 5 خیلی راحت میاد، ولی یه نکته خیلی مهمی داره که حتما حتما باید رعایتش کنید که 5تون خوشگل دیده بشه. پس خوب نگاه کنید. میخوام بنویسم 5. اول از همه که میدونی باید از چپ بنویسیم چون ریاضیه. خب بچه ها دستمو میذارم بالای خط زمینه. درست شد؟ دستمو میذارم بالای خط زمینه. خب حالا شروع میکنم بچه ها. دستمو ببینید قشنگ، من اول مرحله مرحله بهتون نشون میدم. دستمو گرد، خب گرد میارم. ببینید گرد میارم روی خط زمینه که رسیدم. ببینید یه دندونه میذارم، دوباره از رو خودش میام پایین. یه بار دیگه دوباره از رو خودش میام پایین. بچه ها اینجا هم باید قشنگ گرد بریم. اینجا هم گرد میریم. این نکته مهمش اینه، باید بیاد زیر این. نگاه کنین، یعنی باید اینجا یه دومه کوچولو برای 5 گذاشته باشین. یه بار دیگه چجوری 5 رو می نویسم؟ دستمو میذارم بالای خط، یه گردی میکشم، دندونش رو میذارم، میام زیرش. دوباره دیدیم بچه ها؟ باید لپای گرد داشته باشه. توی شعرمون هم گفتیم، گفتین 5 چی داره؟ 2 تا لپ گرد. اینا لپاشه. ببین لپاشو قرمز کنم ببینین. اگه لپاش گرد نباشه فایده نداره ها. اگه بیاین صاف بکشین، این خط رو گرد نکشین، اینجوری صاف بکشین بچه ها، ببینی 5تون این شکلی میشه. دیدین؟ یا مثلا اگه به اندازه کافی اینجا فاصله ندید، اینجا اینجوری بکشین، اینجوری میشه. انقدر این بلند میشه که دیگه خیلی زشت میشه. یا بعضیا مثل بارات میگن که 5 قلب برعکسه. نه بچه ها، این قلب برعکس اینجوری میشه. نباید اینجا به هم چسبیده باشه. پس یه بار دیگه می نویسم بچه ها، قشنگ دستمونو باید بیاریم به سمت راست. خب قشنگ دستمونو گرد می کنیم به سمت راست. دندونه رو که گذاشتیم باز گرد می کنیم و می آیم زیرش. نگاه کنین، همه اینجوری می نویسیم باشه؟ خب شروع می کنیم. بچه ها شروع کنید 5تون رو بنویسید. من تصویر بدم ببینم. آرمان، حق نژاد، کسایی. تصویر خودم ببندم. ببینم 5تون رو خوشخط می نویسید، خوشگل می نویسید یا نه ها. همینجوری که گفتم لپای گرد داشته باشه. از قسمت بالا هم یه دونه دم کوچولو داشته باشه، دمش بزرگ نباشه ها. خب نه دیگه، یه دونه بالای خط، یه دونه پایین خط. بعد اون دومه هم نذاشتی که آرمان. کتابو خوب نگاه کن، 5 یه اندازه و خوشخند. عجله نداریم که. من 5مو اینطوری نوشتم، الان پاکش کردم.
دوباره بنویس اونایی که گفتن. آفرین روزبه. محمد مهدی یه دقیقه برمیگردونی؟ اینجوری نمیبینم درست کتابتو. محمد مهدی جان یه دقیقه کتابتو برگردون. خب ثابت نگه دار لطفا، ثابت نگه دار. خب خوبه، آفرین. علی جان بیا، آقای سراج بیان، آقای مخلق آذر بیان. بچه ها امروز توی دفتر مشقتون، دفتر سفید خط داره که توش می نویسیم، برام یه خط پنجم بنویسیم. آفرین آقای عرفانی، متوجه شدین بچه ها؟ پس توی دفتر خط دارتون که تو کلاس می نویسیم، برام یه خط پنج بنویسید. سراج نظری بیان، آقای رادین بیاد. خب رادین ببینم، بیا جلو لطفا، بالا. خب دو تا از پنجاتو میبینم، بقیه رو نه. آقای نظری خوبه؟ خب خوبه رادین، اون دوتا آخری ها رو خوب ندیدم، نمیدونم اون دوتا اولی ها که خوب بود. خب سراج بیا ببینم عزیزم. آقا متین بیا ببینم، آقا بردیا شما بیا ببینم. من نمیستم ببینم چجوری نوشتی؟ بگیر بالاتر. آفرین چقدر خوب نوشته، بارکلا. بردی یه جون ندیدم خب بگیر. آفرین خب بردی، آفرین، مرسی. آقای سامین بیان، آقای یوسفی بیان و آقای ایلیا اسمتی بیان. آفرین سامین. ایلیا برگردون. خب پنج سومی ایلیا و چهارمی بالای خط زمینه رفته، پاک کن بیا رو خط زمینه. خب آفرین آقای راستین یوسفی، آقای سهامی بیان، آقای واحدی بیان. بچه رو خط زمینه باید بیاد لپای پنج، بالا نره. سیمین پور بیاد، سهامی، واحدی، سیمین پور. یه ذره بیا جلو صدرا جونم، بالا صاف بگیر، صاف بگیر لطفا. آها خب خوبه، آفرین. آقای سهامی، سیمین پور، رفیقی. چی شد؟ سهامی افتاد بیرون کلاس. آقای رفیقی شما بیاین، آقای اشلقی شما بیاین. خب کیان ببینم چقدر نوشتی. خب من
آفرین کیان، فقط هم اندازه بنویس باشه؟ من دو تا پنج تا آسمان نگهبانم آوردم. وای چه خوشگلن. پنج تا بارکلا. سلام سگای نگهبان. اونه که همیشه خرابکاری میکنه اسمش چی چیه؟ مارشال؟ آره آره همشونو دانم. میاد تو آسانسور میشینه همیشه خرابکاری میکنه. خب میبینی آقای اشلقی. خب سهامی بیا ببینم. روحان جونم تصویر بده پسر گلم. تاج بخشم بیار. خانم معلم بگم چرا ما نتونستیم چون این باز پاتی کرد. خب قرمز می اومد دور این صفحه قرمز می شد یه تیکم بود. خانم معلم بشنم کنارش بود شما بر شما می اومد بعدی وقت قرمزه. خب همون دیگه به خاطر اینترنت بوده عزیزم. آفرین خوب نوشتی کیان. دیدم پنجاه تو. خب حسن بیار جلوتر بالا. خب اون دومش رو یک کمی کم گذاشتی و یه ذره بیشتر باشه حالا، ولی قشنگ نوشتی، قشنگ گرد و خوشگله. آفرین. خب رفیقی هم که بهم تصویر نداد. جواهری بیا. سلام شما چطورید؟ ببینم عدد پنج تو. این چی بود؟ برگه کتاب پاره شده؟ بیار جلو لطفا. بالا 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 بالا. خب بیا جلو لطفا، من اینجا نمیبینم که. آها همینجا نگرد. گفتم برای نوشتن پنج باید یه دوم کوچولو بالاش باشه. مال کتابو ببین. وقتی که بچه ها اون مرحله آخر رو میاریم. امیر رضا بیا. اون مرحله آخر که میاریم بچه باید بیاد زیر اون گردیه که یه دوم کوچولو داشته باشه دیگه. خب بریم صفحه بعدی بچه ها. من تصویرشو میندازم. همه این صفحه رو آماده کنید. براش یه پاور آماده کردم. اینجا رو آماده کنید. پاورش رو براتون میذارم. ببینین بچه ها. بعد با هم انجامش میدیم. الان کسی انجام نده ها. ببینین دارم میگم. کسی انجام نده. امیر رضا یه بار برو بیرون. بیا. خب. تا من پاور رو میارم. کیان سیمین پور دیدی کدوم صفحه است؟ میخوام ببندم ها. آرمانم دید. خب راستین نیکان صدرا خب بچه ها راستین بچه ها فکر کنم اینترنتش ضعیف بود. نیکان شما بیا. خب بچه ها نگاه کنین، امروز میخوام شما را با یه خط شیطون بلای آشنا بکنم. صفحه
موبایل یا تبلتتون رو خوب نگاه کنین. الان میاد تو صفحه ها، نگاش کنین. آخ 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 بچه ها، این خط قرمزی که میبینید تصمیم گرفته هر شکلی که روی پاور من اومد و از وسط نصف کنه. میخواد چیکار کنه نیکان؟ میخواد هر شکلی که رو صفحتون بیاد و پاره کنه، از وسط پاره کنه، نصف کنه، از وسط نصف کنه. بچه ها ولی یه قانونی داره، میگه اگه من شکلا رو نصف کنم باید به دو تا قسمت مساوی نصفشون بکنم، اگه کج و کله بشه قبول نمی کنم. اسمش هم میخواد به شما بگه، اسمتون رو میشه بگید آقای خط، آقای خط قرمز؟ اسم من خط تقارنه. تقارن. نیکان بگو ببینم. تقارن. آها اسمش خط تقارنه بچه ها. خیلی قلوره، فکر کنم میخواد همه رو بره نصف کنه. بزنیم بریم ببینیم. اخ 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 اخ. چی اومد؟ سیب. وای الان این خط تقارن میاد اینو نصف میکنه. نیکان بشمر. یک دو سه. آخ اومد نصفش کرد. حالا یک دو سه بگو ببینیم چی جوری میشه این سیبه. یک دو سه. ببینید بچه ها سیب سبز رو به دو قسمت تقسیم کرد. بله. نیکان دو تا قسمت مساویه به نظرت؟ بله. بله بچه ها خط تقارن قرمز اومد اون سیب سبز رو از وسط به دو تا قسمت تقسیم کرد. خب بریم ببینیم. راستین بیا. وای 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 بچه ها، یعنی تصویر بعدی چیه؟ بریم ببینیم تصویر بعدی چیه. راستین آفرین عزیزم، دیدم پنج تو. باریکلا خیلی خوب نوشتی، باریکلا. گوجه فرنگی. بچه ها نکنه خط تقارن بیاد اینم نصف کنه. وای وای اومد. حالا راستین بشمر ببینیم. یک دو کردین. اوه نگاه کن گوجه فرنگی رو چیکار کرد؟ نه به دو قسمت تبدیلش کرد. به دو قسمت مساوی. بچه ها مساویش مهمه ها، قشنگ به دو قسمت مساوی تقسیمش کرده، وسط نصفشون کرده. خب بریم ببینیم دیگه چی داریم. واحدی بیا ببینم. این صدر واحدی بیاد ببینم. من خط تقارنم. یا علی دیگه طاووس رو از وسط نصف کنه. میبینی طاووس رو میخواد نصف کنه؟ آره. بچه ها اول قبل از اینکه این خط تقارن شیطون بلا بیاد من بگم، بعضی از مخلوقات خدا خیلی زیبا هست. مخلوقات خدا آفریده. آره طاووس هم خیلی زیبا، مخصوصا این دومش که باز میشه. بله بچه ها مدلش وجود داره. بچه ها به نظر شما خط تقارن اگه بیاد این طاووس رو نصف کنه، پرای طاووس قرینه در میاد؟ یعنی یه اندازه در میاد دو طرفش؟ نه نه. خب بذار ببینیم، نگاه کنیم. یک صد را بشبر. یک دو سه. دقیقا وسط اومد صدر رو. دیدی؟ ببین چشمای طاووس و پراشو ببین بچه، مقایسه کنید سمت راست و چپو. قشنگ به دو قسمت مساوی تقسیم شد. پس بچه ها میگیم خدای مهربون چقدر قادر و تواناست، چقدر اینا رو زیبا فریده. پرایی به این ریز ریزی بچه ها نگاه کنید، هم این طرف هم اون طرف با هم برابرن، با هم مساوی هن. درسته؟ صد را بودو برو ببینم. نوبت یکی دیگه است. بیاد ببینم شماره
20 19 18 آرمان محمدتاها رادین بذار نظری بیاد. خب محمدتاها این چیه؟ محمد علی چرا دستش بالاست؟ نه. چیه این محمد تاها؟ ردبن سودوکو. من رو میکنم اینا رو. آفرین بچه ها، اینا رو عکساش رو میتونید کارای اینجوری که انجام میدید عکساش رو تو واتساپ برام بفرستید، تشویقتون کنم انقدر کارای متفرقه انجام میدید، تمرین میکنید. خیلی خوبه، آفرین بچه ها، این کارا رو انجام میدین حتما عکسش رو برام بفرستین. خب حالا حواسمون اینجا، ببینیم تصویر بعدی چیه که میخواد خط تقارن بیا. اوه اوی پروانه. پروانه، وای به بالاش نگاه کن. به نظر شما بالهای پروانه هر دو طرفش به یک اندازه و یک شکله؟ بله. آفرین، بذار منم امتحان کنم. بفرمایین بفرمایین، آقای تقارن داره میاد. بچا بشمار بشمار محمد آزود بشمار. یک دو سه. نصفش کردم. ببینید بچه ها، سمت راست و چپ پروانه هم شکلش اندازه است هم رنگاش. بچه ها ببینید، راست میگه، هم سمت چپ، هر جا که نارنجی هست سمت راست هم همون طرف نارنجی هست، هر چقدر بنفش هست سمت راست هم همونقدر بنفش هست. چقدر بچه ها شاخکاشو ببینید، حتی شاخکاش هم بچه ها این طرف و اون طرفش با هم دیگه هم اندازه است. پس دقیقا وسط نصف شد. خب مرسی محمد تاها. بیاد آقای آرمان معلم طاهری. آرمان ببینیم تصویر بعدی چیه؟ بریم ببینیم. بشمار. یک دو سه. وای 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 چی اومد؟ چی؟ وای نگو که خط تقارن میخواد اینم نصف کنه. میخواد بیا. نگو نگو. وای 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 وای. خط تقارن. بله. نکنه میخوای شیرم نصف کنی؟ بله که نصف میکنه. اوی 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 اوی. نکنی کارو، شیره عصبانی نشه. نه بابا. بچه ها بشمرید. یک دو سه. بچه ها ببینید قشنگ صورت شیر رو از وسط به دو قسمت مساوی تقسیم کرد. به سوراخ نگاه کنین. نه نگاه کن، الان صحبت نکنین. به سوراخ‌های بینیش نگاه کنید، به دهنش، به یالش. بچه ها ببینید دقیقا چشماش هم سمت راست هم سمت چپ با هم برابره، از وسط به دو قسمت تقسیم شده. بله آرمان. من دانش آموزم تموم میشه، اگه نبودم سر کلاس اشکال که نداره. نمیتونی بزنی شارژ؟ آخه پاور بانکم هم شارژش تموم شده. خب باشه عزیزم، ایبی نداره. خب رادین بودو بیا. رادین یک دو سه. آقای رادین مخلق آزم، آقای رادین مخلق آزم اومدی؟ خب ببینیم چی داریم رادین. صدا میاد؟ صدات میاد. خب رادین چی میبینی؟ رادین خب بیاد آقای امیر محمد روزبه سامین. بچه ها بقیه دیگه دستا پایین تصویر میگیرین، دستا پایین، من هر دفعه نگم. خب امیر محمد بگو بینم چی میبینی؟ اینجا یک منظر کوه ماننده. آفرین باریکلا. بچه ها ببینید
خط تقارن توی طبیعت هم وجود داره. خوب نگاه کنید ببینید این دفعه خط تقارن چجوری میخواد بیاد. امیر محمد بشمر. سه دو